درود بر شما مخاطبین عزیز. با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم. حسین دائمی، پدر آتنا دائمی، فعال سیاسی و مدنی محبوس در زندان لاکان رشت، با انتشار تصاویری در صفحه اینستاگرام خود در آستانه سال جدید نوشت: در این 6 سالی که آتنای عزیزم در زندان است، هر سال موقع سال تحویل من مادر آتنا می رفتیم پشت دیوارهای بلند زندان اوین می ایستادیم تا سال تحویل بشود. مادر آتنا هر سال دعایش این بود که سال دیگه موقع سال تحویل آتنای من خانه باشد و با هم جشن سال نو بگیریم. امسال 6 سال بود که تصمیم داشتیم سال تحویل برویم پشت دیوارهای زندان اوین. در آخرین ملاقات هم با آتنا قول داده بودیم که حتما می آییم و آتنا می گفت هر سال موقع سال تحویل حضور شما را حس می کنم، ولی یک باره آتنای عزیزم را فرسنگ ها از ما دور کردند. متاسفانه امکانش نیست خودمان را برای سال تحویل به زندان لاکان رشت برسانیم و این غم بزرگی است برای ما. هرچند دوستانی هستند در شمال کشور که امسال جای خالی ما را پر خواهند کرد و آتنای عزیزم را تنها نخواهند گذاشت. دخترم، شاید توانسته باشند فرسنگ ها تو را از ما دور کنند، ولی تو در قلب و روح ما جا داری و ما هر لحظه حضورت را احساس می کنیم. سید مصطفی تاج‌زاده، مشارکت سازمان یافته مردم مانع حکمرانی ناسواب، پاسخ به پرسش‌های دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف. از لحاظ تئوری صحبت‌های شما درست است و راه درست را می‌رود، ولی آیا با تغییر قانون اساسی در کاغذ در واقعیت هم می‌توان قدرت را به طور کامل به منتخب مردم سپرد؟ تاج‌زاده: اگر مردم بی‌تفاوت باشند، مایوس و منفعل باشند، مترقی ترین قانون اساسی هم مشکل استبداد و عدم پاسخگویی حاکمان را حل نمی کند. برای اینکه منظورم روشن شود می گویم، ما مسلمان ها قرآن یعنی بهترین کتاب آسمانی را داریم، اما برخلاف عصر زرین تمدن اسلامی، در حال حاضر از نظر علمی و فنی عقب مانده ترین کشورها و نیز فقیرترین ملت ها در جهان در قیاس با مسیحی ها، یهودی ها، بودایی ها، شینتو ها و غیره هستیم. مشکل فقر و عقب ماندگی از کتاب نیست. مشکل ما ایم که به فرامین قرآن عمل نمی کنیم و برای اجرای آن قیام نمی کنیم و به جای مسئولیت پذیری فرافکنی می کنیم. اصلاح قانون اساسی لازم است، اما باید با حضور و مشارکت سازمان یافته مردم در عرصه اجتماع و سیاست همراه شود تا تحقق مطالبات ملت ممکن است و احدی اجازه نیابد بر ایرانیان حکمرانی ناسواب کند. بله، با فضای مجازی تحولات مهمی در جامعه ما در حال رخ دادن است. چرا؟ زیرا مردم اراده کردند از این طریق صدای خود را به همدیگر و نیز به حکومت برسانند، یکدیگر را ببینند و با هم حرف بزنند. فشار افکار عمومی باعث شده است که بخش‌های مهمی در حکومت که قاتل برجام هستند جرأت نکنند کشور را از آن خارج کنند. حتی کسانی که معتقدند تحریم‌ها به سود کشور و مردم است، جرأت ندارند مکنونات خود را آشکار کنند. به همین دلیل وقتی در مجلس قانونی تصویب می‌کنند که به قول خودشان تیر خلاص را به برجام بزند، اسم مصوبه خود را لغو تحریم‌ها می‌گذارند، زیرا می‌دانند اگر کسی در این جامعه بگوید که تحریم‌ها باید ادامه پیدا کند، مردم توی دهن او می‌زنند. درست است که فشار حداکثری شکست خورد و تهران به اهدافش نرسید، ولی تحریم‌ها دارد کمر ملت را خم می‌کند و باید هر چه سریع‌تر برچیده شود. تحریم‌ها هم ظالمانه است و هم اجتناب‌پذیر و از مواردی نیستند که ظالمانه باشند اما هیچ راهی در کوتاه مدت برای حل آن نباشد، مثل حق وتوی کشورهای فاتح در جنگ دوم جهانی. جمهوری اسلامی می‌تواند تحریم‌ها را لغو کند اگر اراده و تدبیر کند. ببینید، چون سیاست کشور مخالف با جنگ بود، حتی ترور سردار سلیمانی ایران را به جنگ نکشاند و جمهوری اسلامی عکس‌العملی متناسبان نشان نداد. با وجود این جامعه راضی است و سیاست رهبری در زمینه پرهیز از جنگ حمایت می‌کند. عکس‌العمل متناسب با ترور سلیمانی این بود که مثلا بلایی سر رئیس ستاد ارتش آمریکا بیاید. معلوم است که در آن صورت بین ایران و آمریکا جنگ می‌شد، چون نظام جنگ نمی‌خواست. رهبر گفت جواب جنایت آمریکا را می‌دهیم، ولی در دراز مدت. نظام چون جنگ نمی‌خواهد، بعض جهان نرمش نشان می‌دهد تا به اهداف خود برسد. چرا برای پایان دادن به جنگ اقتصادی و لغو تحریم‌ها نرمش نشان نمیدهد؟ آقای تاج‌زاده، از لحاظ تئوری صحبت‌های شما کاملا درست است. برای درست دارم این را باید. ولی آیا با تغییر قانون اساسی در کاغذ در واقعیت هم میتوان قدرت کامل را به دست منتخب مردم سپرد؟ نه، اگر ملت، عرض کردم، اگر ملت ما بی تفاوت باشه، مایوس باشه،
منفعل باشه، مترقی ترین قانون اساسی هم که ایران داشته باشه هیچ مشکلی حل نمیشه، فقط میمونه یه کاغذ در یه جایی که اسمش هست قانون اساسی. من یه وقتی این مثال رو بلا تشبیه، فقط برای اینکه منظورم روشن بشه، در مورد قرآن کریم گفتم با دیگه از قرآن کتابی که بهتر نداریم که. مسلمان‌ها بهترین کتاب آسمانی رو دارن، فقیرترین امت هستن در سطح جهان در مقابل مسیحی‌ها، یهودی‌ها، بودایی‌ها، هندوها، شینتوها و غیره. مشکل کتاب نیست، مشکل ماییم که به فرامین اون عمل نمی‌کنیم و قیام نمی‌کنیم و فرافکنی می‌کنیم. بنابراین اصلاح قانون اساسی باید مقدمه این باشه که ملت توی صحنه حضور داشته باشن و به خصوص به صورت سازمان یافته مطالبات خودشون رو دنبال بکنن و به این ترتیب احدی اجازه نخواهد پیدا کرد که بر اونها حکمرانی ناسواب بکنه. کما اینکه الان ببینید فضای مجازی که اومده تحولات مهمی داره در جامعه ما رخ میده. چرا؟ چون ملت تونستن از این طریق صدای خودشون رو هم به همدیگه برسونن و همدیگه رو ببینن و هم تونستن به حکومت برسونن که آقا ما یه مطالباتی داریم، و همینها باعث شده که تا الان حکومت بخش‌های بسیار جدی در حکومت قاتل برجامن. اما چرا الان جرأت ندارن برجام رو رد بکنن؟ بسیاری از اینا معتقدن تحریم به سود ایرانه، اما جرأت ندارن منویاتشون رو بیان بکنن. حتی قانونی که میگذرونن برای اینکه تیر خلاص رو به قول خودشون به برجام بزنه اسمشو میذارن برای لغو تحریم ها، برای اینکه میدونن کسی اگه تو این جامعه بیاد بگه تحریم ها باید ادامه پیدا کنه مردم تو دهنش میزنن، برای اینکه میگن تو جز کاسب تحریمی چی نیستی، این تحریم پدر این ملت رو داره در میاره. درسته ترامپ شکست خورد به اهدافش نرسید، ولی این تحریم داره کمر ملت رو خورد میکنه. این تحریم باید برچشته بشه، هم ظالمانه هستش و هم اجتناب پذیر. از اون موارد نیستش که ظالمانه است اما ما هیچ رایی نداریم برای حل داستان. ما میتونیم تحریم حل بکنیم، کافیه که یه خود تدبیر بکنیم. من بارها گفتم ببینید دوستان، تو یکی دو سال گذشته که ما تحریم های نفتی بودیم، چون سیاستمون ضد جنگ بود حتی ترور سردار سلیمانی ما رو به جنگ کشید نکشید، اما مگه ما عکس العملی متناسب با اون نشون دادیم؟ حتما نشون ندادیم، ولی جامعه راضی از سیاست رهبری تو اون زمینه حمایت کرد. چرا؟ چون ما اگه بخوایم مطابق اون بریم، فرض کن رئیس ستاد ارتش آمریکا رو بلای سرش بیاریم، خب معلومه جنگ میشه ایران و آمریکا. ما چون جنگ نمیشه میگیم آقا باشه جواب شما رو میدیم، دراز مدت میدیم. چطور تو زمینه نظامی چون نمیخوایم جنگ بشه بعضی جاها مجبوریم که یه کمی نرمش نشون بدیم تا بتونیم به اهدافمون برسیم؟ عین این کارو بعد برای تحریما بکنیم. دوستان شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.